موج اعتراض علیه اذیت و آزار جنسی، گفتگوی ما با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، دکتر آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس، و مریم، فعال اجتماعی و حقوق زنان از ایران را می‌شنوید. سلام دارم به هر سه شما عزیزان و سپاسگزار از اینکه این فرصت رو دادین که با هم باشیم. خانم دهکردی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. خبرها از اعتراض علیه آزار جنسی توسط آقایان اماموردی و آقداشلو به نوعی شروع شد. این شاید سابقه دیرینه تری رو داره، ولی در مقطع کنونی از اینجا شروع شد. واکنش دستگاه قضایی در واقع بازداشت آقای اماموردی بود و بعد ما با یک موج عظیمی از داستانهای واقعا ناراحت کننده و غیر قابل تصور میبینیم و مواجه هستیم. خواستم بحث رو با شما شروع بکنیم که این رو چگونه دیدید و اصولا چه اتفاقی داره میفته در تکمیل این صحبت. بله، خدمتتون عرضم که روایت های متعددی داره از آزارهای جنسی، تعرض و تجاوز در ایران و خارج از ایران، البته در جامعه ایرانیان منتشر میشه، که همونطوری که اشاره کردین با در واقع اولین کسی که با در واقع اسمش مطرح شد به عنوان فردی که به صورت تکان دهنده روایت‌های مشابهی از تجاوزهای پی در پی ازش منتشر شد، هم آقای کیوان اماموردی که الان دیگه توسط دستگاه قضایی بازداشت شده، و بعد چهره‌های مختلفی که به واسطه حضورشون در واقع جامعه روشنفکری، بحث در حوزه فرهنگ، در حوزه ادبیات، در حوزه سینما و جاهای مختلف با اسامی واقعیشون این روایت‌ها منتشر شد. بسیاری از روایت‌ها راویانشون ناشناس هستن به دلایل مختلفی که می‌دونیم، در جامعه نمی‌تونن به صورت آشکار مسائلی که براشون مطرح شده رو مطرح کنن. افراد متعددی روایت‌های مختلف ازشون منتشر شده که با موجی از ناباوری همراه بوده به خاطر شرایطی که داشتن. افراد عادی هم هستن که این میانه اخبار تعرض، آزار و تجاوزشون منتشر میشه و همچنان هم هر روزی که شما سوشیال مدیا رو مرور میکنید ببینید که اسامی جدید، روایت‌های جدید و در واقع داستان‌های تازه منتشر میشه. چیزی که مطرح هست اینه که بسیاری از فعالان، بسیاری از کسانی که پیگیر در واقع این روایت ها هستن، به دلایل حقوقی و به خاطر مسائل مختلفی که قوانین اجازه نمیده، امکان این رو ندارن که اسم ببرن از راویان یا افرادی که به عنوان در واقع آزارگر یا افرادی که تجاوز کردن یا تعرض کردن در واقع نام ببرن. اما شواهد نشون میده که این موجی که راه افتاده به این آسانی و به این سادگی سر باز ایستادن نخواهد داشت. نکته مهمی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که متاسفانه در رسانه‌های بزرگ و رسانه‌هایی که صدای در واقع صداشون شنیده میشه، یک اشکالی در پوشش اخبار مربوط به تعرض و تجاوز وجود داره و اون هم اینه که ادعای تجاوز و تایید اون به هیچ وجه پوشش خبری نمیگیره. یعنی نه که پوشش خبری نمیگیره، خیلی سطحی و گذرا ازش عبور میکنه، اما به محض اینکه یکی از اون افرادی که متهم شده به تجاوز و آزار، حتی اگر افرادی با اسم و مشخصات واقعی و با اعتبار رسانه‌ای و روزنامه‌ای یا حتی اعتبارهای در واقع موقعیت‌های مختلف این روایت‌ها رو تایید کرده باشن، به محض اینکه تکذیبی میده، رسانه‌ها در اشل گسترده اون رو پوشش میدن. این ایرادی است که به این داستان وارده فعلا.
بله، متشکر از توضیحتون. صحبت از ناشناس بودن راوی کردید. یکی از راوی ها امروز مهمان برنامه ما هستن که مریم هستش و ما صدای ایشون را هم تغییر خواهیم داد که به هر حال همچنان ناشناس بمونن. خانم مریم، اولین بار هست که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم. چرا، حالا من سوالم به این شکل هستش که چرا میخواهید ناشناس بمونید و چه مسائل و یا عواملی بازدارنده این هستش که شما به راحتی بتونید تعرضهایی رو که تجربه کردید یا مشاهده کردید رو به جامعه مطرح کنید؟ خب من خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. در واقع اون چیزی که باعث میشه اکثر ماها به شکل ناشناس بیایم و مطرح بکنیم در واقع تجاوز و تعرضی رو که بر ما رفته، مهمترین دلیلش اینه که در واقع قوانین بر ضد ما هست. یعنی شما و آدم هایی که در واقع متعرض و متجاوزن پشت اسمهای بزرگشون قایم شدن و خب خیلی راحت هم میتونن با احساسات آدم ها بازی بکنن، با دادن یه ویدیو، یه بیانیه یا هر چیزی که به هر حال میدونن که دارن چی کار میکنن با اطرافشون. و خب اون کسی که یه توییت میکنه یا مینویسه اسم اشخاص رو میبره، خب در واقع تبدیل میشه به یه آدمی که هیچ سلاحی نداره، خیلی رسانه‌ای نداره. آدما در واقع همونطوری که الان اشاره شد، بیشتر پوشش خبری سمت در واقع دفاعیه اون کسی که متهم شده به تجاوز و تعرض میره تا اون کسی که داره این مسئله رو بیان میکنه. و خب همه اینا از دل همین قوانینی که گفتم میاد، یعنی این قوانین ضد زن و ضد انسانی که در جامعه حاکمه و در واقع اون کسی که قربانیه، حالا نمیخوام خیلی اسم قربانی هم چیز جالبی نیست، ولی اون کسی که حالا مورد تعرض و تجاوز بوده، در واقع همیشه انگشت اتهام به سمت اون آدم هست، مخصوصا که حالا از جنسیت زن هم داشته باشه، خب خیلی بدتر. بله، متشکرم. خانم کیان، اولین بار هست شما هم در برنامه ما شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم. خواهش میکنم. ستم جنسیتی، آزار جنسی، خشونت علیه زن، مرد سالاری، زن کشی، اینا هشتگ هایی بودن که ما در این مدت با اون روبرو بودیم. این مسئله آزار جنسی چیز جدیدی نیست، شاید زاویه‌ای که مطرح شده جدید باشه، وگرنه ما تهدیدات کهریزکی رو داشتیم که این خودش یک نوع برای تجاوز جنسی بود که جنبه رسمیت قانونی داشت، یا تجاوز به زندانیان سیاسی و غیره. این تفاوت شرایط فعلی به چی شکل هستش؟ چرا جامعه امروز نسبت به این مسائل واکنش نشون میده، ولی مثلا نسبت به اون شکنجه هایی که جنبه های روحی روانی بسیار بدتری رو داشت، اونم در برای یک انسانی که در بند بود و در زنجیر بود، به این شکل واکنش نشون نداد؟ با سلام خدمت شما و تشکر از دعوتتون. همینطور که گفتین، برای اولین بار هست به نظر میرسه که یک همچین خواهم بگم جنبش گسترده‌ای در سطح زنان حداقل ایجاد شده برای اینکه راجع به آزارهای جنسی و تجاوزی که بهشون صورت گرفته صحبت بکنن. بعضی از اینها سالها قبل انجام پذیرفته، بعضی اخیرتر هستن. مسئله‌ای که شما فرمودین، تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی، تا اونجا که من اطلاع دارم بخشی از جامعه ایران رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، ولی تعداد افرادی که میدونیم که تحت این تجاوزات قرار گرفته بودن خب خیلی کمتر بود نسبت به آن چیزی که در یه جامعه‌ای که مرد سالار قوانینش به ضرر زنان هستن و خشونتی که ما میبینیم بر علیه زنان هست. و همین چند روز قبل هم من جمله یک دختر جوان 14 ساله از طرف پدرش کشته شد و پدر فقط به 9 سال حبس محکوم شد، با این همه سر و صدایی که در داخل و خارج ایران شد. تمام اینها باعث شد که
مسئله میتوی ایرانی، حالا این چیزی که بهش میگیم جنبش میتوی ایرانی، گسترده تر بشه، برای اینکه به جامعه ربط پیدا میکنه و برای اینکه تعداد بسیار زیادی از زنان رو در بر میگیره. من نمیگم همه این زنان بهشون تجاوز شده، ولی آزارهای جنسی میدونیم که بسیار زیادن. بخشی از این آزارها از طرف افرادی که غریبه تر هستن و امروز روز اسمشون هم ما میبینیم توی رسانه ها هست، ولی یه بخش مهمتری شاید حتی از این تجاوزات و تعرضات جنسی در خانواده ها و از طرف افرادی صورت میگیره که با این زنان نزدیک هستن و واقعا گفتن و برملا کردن اینا هنوز هم باز مشکل تره از برملا کردن آزار جنسی که یه زنی از یک مردی دیده که باهاش غریبه تر هستش. و هنوز فکر میکنم آغاز راه هستیم و به گمان من این مسئله گسترده تر خواهد شد به شکرانه وجود شبکه های اجتماعی، برای اینکه همطوری که هم دوستان خانم دهکردی و خانم مریم گفتن تابو هنوز بسیار سنگینه در جامعه ایران، هیچ قانونی از زنها حمایت نمی‌کنه، هیچ پلیسی هنوز آموزش ندیده که از زنها حمایت بکنه و غیره، قوه قضاییه هم که اصلا صحبتشو نکنیم. و به همین دلیل هم هستش که خیلی از زنها الان هنوز نمیتونن برن رسما خودشون رو نشون بدن و رسما شکایت بکنن. ما باید این رو بفهمیم. من میبینم توی رسانه‌ها گاهی گفته میشه که بله خانوما اینا خودشون رو پشت بینامی پنهان کردن برای اینکه همه رو مورد اتهام قرار بدن. این درست نیست، ولی این رو هم ما میدونیم، تجربه به ما نشون میده همیشه یه اقلیت مطلقی هستن که ممکنه برای تسدیه حساب شخصی این کار رو انجام بدن، ولی میدونیم که چون ما تجربه کشور دیگر رو داریم، اکثریت زنانی که میان و راجع به مسائل مینویسن خیلی جرأت دارن، خیلی جسارت دارن و رو خودشون خیلی کار کردن. این ساده نیست که شما مورد تجاوز قرار گرفته باشید و بیاد این رو در شبکه‌های اجتماعی بیان بکنید. بر همین خلط مبحث نشه، من خیلی تاکید میکنم روی صحبتی که خانم دهکردی هم کردن، باید مواظب باشیم که این تکذیب هایی که از طرف برخی آقایون انجام میگیره رو قبول بکنیم، برای اینکه ما معتقدیم که اتهام جرم هنوز محسوب نمیشه، ولی نبایستی که حرف زنان به طور کلی تحت علامت سوال بده. این زنان باید صحبتش رو بکنن، سکوت رو باید شکست. بله، متشکرم از توضیحتون. خانم دهکردی، بحث از تجاوز هستش و بعد آزار جنسی، اینها آیا از دید شما متفاوت هستش؟ آیا تجاوز جنبه های فیزیکی داره، آزار جنسی میتونه حتی در نگاه و در رفتار باشه یا مسائل دیگه؟ و اصولا جامعه ایران، حالا ما البته این رو همونطور که اشاره شد در صحبت ها همه جا میبینیم، آزار جنسی به هر حال بخشش از اون جنبش میتوی که خانم کیان هم باش اشاره داشتن، به هر حال نشون میده که ابعاد زن آزاری در واقع ابعاد بسیار، حالا من تصحیح بکنم الزاما زن نیست، کودکان، مردان هم به این شکل دارن آزار میبینن و ما در جنبش میتو هم این رو دیدیم. این رو در فرهنگ ایران به چه شکل میشه نگاه کرد وقتی که سایه شوم و سنگین مردسالاری رو ما در اون جامعه با گوشت و پوست و خونمون داریم حس میکنیم؟ بله، قطعا که در تعریف متفاوتن. متاسفانه یک اشکال بزرگی که وجود داره، این همون طوری که خانم کیان اشاره کردن، مسئله آموزش و آگاهی هست. ما در جامعه ایران هیچ وقت در هیچ مقطعی، در چه زمانی که بچه ها کوچیک هستن و در بستر خانواده دارن بزرگ میشن، چه زمانی که وارد مدرسه و دانشگاه میشن، هیچ گونه آموزشی در زمینه آگاهی های جنسی به طور سیستماتیک نمیبینن. کودکان، زنان و مردان ما، خیلی از مردانی که الان متهم شدن به تجاوز و تعرض و آزار جنسی، اصلا خیلی هاشون، من روایت های مختلفی گرفتم، پیغام های متعددی گرفتم که ما اصلا نمیدونستیم این کاری که داریم میکنیم آزاره. ما اصلا نمیدونستیم که اگر یه نفر دلش نمیخواد با ما یک قرار شام عاشقانه بیاد، این اصراری که بهش میکنیم این خودش یک وجهه ای از آزاره. آزار، تعرض و تجاوز رو همه با هم دیگه قاطی میکنن، همه رو با یک هشتگ توی فضای مجازی میبینیم که منتشر میشه و به همین دلیل اصلا گاهی وقتا روایت ها باور نمیشه
از طرف افرادی که دارن اونها رو میخونن، به خاطر اینکه میگن که مثلا طرف تو رو لمس کرده، فقط مثلا دست زده پشت کمر تو، نمیگی که به من تجاوز شده. این تفکیک ها قائل نمیشه چون افراد آموزش ندیدن، اطلاع ندارن از اینکه اینا با هم دیگه متفاوته. از طرف دیگه مرز رضایت و عدم رضایت رو هم ما خیلی وقتا نمیدونیم. یعنی زنان ما وقتی میگیم نه یعنی نه، خیلی من پیغام گرفتم که خانوما میگفتن ولی واقعا من بعضی وقتا نهی که میگفتم معنیش نه نبود. میدونین چرا؟ برای اینکه نمیدونن، مطلع نیستن، اطلاع ندارن که کجا باید یک نه قاطع بگن و کجا به روشنی اعلام کنن رضایتشونو. حتی مرز بین اکراه و اجبار رو هم خیلی نمیدونن. مثلا در روابط بالا دست و پایین دست شما در نظر بگیرین، در رابطه بین استاد و دانشجو خیلی وقتا قربانی ها متهم میشن که تو اگه مثلا خودت نمیخواستی به اتاق فلان استادی که مثلا شهره است به این که زنان رو آزار میده یا تعرض میکنه نمیرفتی. ما باید بپذیریم که در روابطی که قدرت وجود داره، فردی که در پایین دسته به اکراه گاهی مجبور تن بده حتی اگه رضایت نداشته باشه، و این حقش هست که بعداً بیاد از این اکراه حرف بزنه و بگه من فلان موقع مجبور شدم تن بدم به این اتفاق. اینها چیزایی است که متاسفانه ضعف آگاهی و آموزش هست که در جامعه ما به شدت احساس میشه. واقعیت اینه که هیچ نهاد مستقل مدنی در ایران باقی نمونده که ما امیدوار باشیم اینها رو بتونه به درستی آموزش بده. شما میبینید با مثلا انجمن امام علی که به صورت مستقل داره کار میکنه چه برخوردی شده، همه اعضا دستگیر شدن. اینا کسانی بودن که به کودکان کار یک بخشی از این مسائل آموزش میدادن و باعث میشدن که جلوی این آزارها و تعرضها به کودکان گرفته بشه، با آگاهی دادن. از نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی که ما نمیتونیم انتظاری داشته باشیم، از قانون که نمیتونیم انتظاری داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه دو راه اعدام و بخشش رو میذاره پیش پای کسی که رفته شکایت کرده از فردی که متجاوزه. خب خیلی از افراد هستن میگن من اصلا با اعدام مخالفم، من نمیخوام که فردی که دارم ازش شکایت کردم کشته بشه، من میخوام به یک در واقع به یک مجازات بازدارنده برسم. اینا مسائلی است که وجود داره و متاسفانه همش برمیگرده به عدم آگاهی و آموزش. بله متشکرم خانم مریم. تا چه شما هم‌آوا هستین با این مسئله عدم آگاهی و اینکه به هر حال بحث هست که خانم دکوردی هم اون اشاره کردن عمدتاً زنان مقصر یا کسایی که بهشون تعرض شده، من میخوام این مسئله رو یه مقدار وسیع‌تر کنم که فقط زنان نیستن، کسایی که بهشون تعرض شده در واقع اونها متهم اصلی هستن به دلیل اینکه رفتن و قبول کردن اون مناسبات رو و نوک حمله به اونهاست. تا چه حد این فرهنگ و این یادگیری از تجربه شما میشه بهش نگاه کرد و اون رو جز عواملی دونست که این مسائل رو پیش میاره؟ خب من معتقدم که آموزش خیلی مهمه. یعنی در واقع ما مسائل جنسی و رفتارهای جنسیمون، همین نگفتن این که اصلا تعرض چیه، از کجا به بعد تعرضه، خب ما همین اینا رو توی سنی باید یاد میگرفتیم که الان در واقع جریان اینطوری بالا نگیره. و خب چون این آموزش ها نبودن و نیستن در نتیجه، خب مثلا یکی از دوستان پسر من میگفتش که ما توی دبیرستان معلم پرورشی مدام به ما میگفت زنها شیطانن، زنها کثیفن، زنها، و میگفت ما هممون بعد از این که اومدیم دانشگاه، خب واقعا توی ذهن ما از شما زنها برمون یه چیز ساخته بودن که در واقع یه سری موجودات به درد نخوری هستیم که ما فقط باید نیازهای جنسیمون رو با شما برآورده بکنیم، تمام. یعنی میخوام بگم آموزشی هم که توی مدرسه در واقع دادن به پسرهای ما این چنینه. بهتر بود که هیچ آموزشی در کار نباشه در واقع، و خب این خیلی حائز اهمیته. و خب ما دخترها و ما زنها هم به حقوق خودمون کاملا واقف نیستیم، و به دلیل اینکه قانون ما رو در جایگاهی قرار میده که همیشه انگشت اتهام سمت ماست. و من الان یه چیزی یاد آمد و میخوام بگم این رو. من مثلا توی دوران دانشگاه استادی بود که در واقع تعرض میکرد تقریبا میشه گفت به تمام دانشجوهای دختری که ترم با این استاد برمیداشتن، و تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم این بود که سعی کنیم ترم با این آدم بر نداریم.
و وقتی که مثلا باهاش در میافتادی میگفتش که من همین الان زنگ بزنم به پلیس میاد تو رو میبره به خاطر اینکه حجابت خوب نیست. یعنی در واقع اینطوری بود که تو همینقدر که یه زن هستی متهم هستی، حالا میخوای چی کار کنی؟ و خب فکر کنین وقتی به تعرض میشه و مسئله تجاوز نیست، اثباتش خیلی سخته و خب به خاطر همین خیلی از ماها حالا خیلی محدودیت دارن، نمیتونن دنبالش برن، نمیتونن خیلی وقت بذارن، نمیتونن خیلی هزینه بکنن بابت وکیل و اینها برای اینکه بخوان اثبات بکنن. خب در واقع خیلی وقتا آدم میگذره از اینها و حالا که یه جریانی راه افتاده که ماها میتونیم حداقل بنویسیم راجبش و بیان بکنیم که چه چیزی بر ما گذشته، به نظر من این جریان خیلی جریان مهمیه و این مسئله که در واقع داره بیان میشه که این جریان به سمت انحراف بره و غیره و اینها، من فکر میکنم در واقع اینا یه چیزایی هست که باعث میشه که این جریان به سمت این بره که بخواد متوقف بشه. بله ممنون خانم کیان. من تجربه شخصیم در دانشگاه این بود که استادی با شاگردش ارتباط پیدا میکنه، ارتباطی که در واقع پیوند جدی هم داشت و با هم ازدواج کردن، ولی به این دلیل که در اون مقطع این شاگرد استاد بود، خود استاد رو توبیخ کردن و علاوه تدریسی در واقع من شد برای مدتی. ما متاسفانه همطور که خانم مریم هم اشاره کرد، ما یک رابطه سوء استفاده از مقام ها رو داریم، حالا چه در مقام استاد یا به هر حال محل کار و غیره، و این ما با یک فرهنگ روبرو هستیم، یه فرهنگی که زنی که مطلقه است میگن بی سرپرست، زنی که جدا شده میگن مطلقه، نمیگن مثلا مجرد. یعنی ما با یک فرهنگی روبرو هستیم که عمدتا روی مرد سالاری و این از نگاه از بالا داره. با این توضیحات و با قانون اسلامی که حاکم هستش، شما وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنین؟ شرایط رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که درسته که آموزش بسیار مهمه، به هر حال اساس تمام مسائل در آموزش، آموزش از خانواده شروع میشه و نقش اصلی رو زنها، مادرها ایفا میکنن. این آموزش بایستی از خانواده ها شروع بشه، بایستی به دخترها این رو یاد داد که فریاد بزن وقتی که با چیزی موافق نیستی. و اما این آگاهی فقط مسئله نیست، به نظر من مسئله این هستش که ما در جوامعی زندگی میکنیم، حالا نمونه ایران نمونه بسیار حادتریه، از نابرابری های موجود بین زنان و مردان، و قانون کاملا هم میدونید طرف مردان هستش و اصولا فرهنگی رو اینا میخوان مستولی بکنن که بر اساس اون زن اساسا و جوهرا باید در خدمت مرد باشه. شما قانون مدنی ایران میخونید دقیقا اینه، و در نتیجه اون وقتی این تو ذهن مردان جا بیفته، حداقل برخی از مردان که زنا در خدمتشون هستن و اینکه مردان قدرت دارن و بالادستن و زنان فرودست و زنان فتنه‌گرن و غیر و ذالک، برای همین وقتی هم که یه زنی میگه نه و حتی تاکید بر نگفتن میکنه، برخی از این مردا اصلا نمیفهمن. چرا؟ که چون اون زن قراره در خدمتشون باشه، من جمله خدمت جنسی به زن کردن، و این نگفتن اون موقع وقتی که خیلی برای این مردا معنی نداره. من به همین دلیل فکر میکنم که این موجی که به راه افتاده هدفش نبایستی که فقط، و فکر میکنم که نیست، فقط برملا کردن موارد آزار جنسی و تجاوز گسترده در ایران نیست، بلکه هدفش مبارزه با فرهنگ تجاوزه. و به همین دلیل هم هستش که برخی از این خانوم ها، من میبینم تو شبکه‌های اجتماعی، خانم دهکردی هم بهش اشاره کردن، میگن که من نمیرم شکایت بذارم چون من با اعدام مخالفم، و حد اکثرش اینه که میگیرن این طرف و اگه منم ثابت بکنم که این به من تجاوز کرده، فوقش اینه که میگیرن اینو اعدام میکنن. ما اصلا با این کل این قوانین مخالف هستیم و در نتیجه
هدف این زنان و کلن هدفی که میبایستی داشته باشیم از این مبارزه این هستش که بر علیه فرهنگ تجاوز، فرهنگ خشونت و نابرابری های جنسیتی عمل بکنیم. و این که میتوی ایرانی به این شکل شروع شده به نظر من بسیار مهمه. ما میدونید از زمان انقلاب مشروطه سابقه مبارزات زنان رو داریم، ولی به نظرم همیشه این مبارزات بیشتر شاید محدودتر میخوام بگم بودن، به خصوص با سرکوبی که میکنن. میبینیم الان امروز هم توی گفته شد تعداد کمی از به هر حال سازمانهای غیر دولتی زنان رو هنوز گذاشتن که فعال باشه و غیره، و اون هم چه فعالیتی، همه چی تحت سرکوبه. شبکه‌های اجتماعی امکان رو به زنان و نیز به همجنسگرایان و نیز به تراجنسیتی ها میده که خودشون رو بیان بکنن، مسائلشون رو صحبت بکنن، برای که ما بتونیم خودمون یعنی جامعه ایران یک فرهنگ سازی بر علیه خشونت و بر علیه تجاوز انجام بده. و این رو ما خودتون گفتیم، منم تاکید میکنم، متاسفانه از حاکمیت ایران نمیشه انتظار داشت، ولی انتظاری که میشه داشت این هست که حداقل به پلیس آموزش بدن که اگر زنی مورد تجاوز و یا آزار قرار گرفت، رفت پلیس مراجعه کرد، حرفش جدی گرفته بشه، پزشکی قانونی او رو جدی بگیره. امروز من یه خبر خوبی که هست، علیرغم تمام این مسائل، برخی از وکلای ایرانی اعلام کردن که به طور مجانی حاضرند وکالت این زنان رو بر عهده بگیرن. این خودش میبینید جامعه داره تکون میخوره، و فکر میکنم که همین موج بایستی که گسترده تر بشه و این صداها همطور که گفتیم رساتر. خانم دهکردی، مسئله که شاید توی این بحثا کمتر به اون اشاره میشه، مسئله خانم کیان هم به اون اشاره کردن، خدمت جنسی هستش. خدمت جنسی رو در رابطه زناشویی ما میبینیم که تصور این هست که چون رابطه زناشویی و زن پذیرفته که در واقع همسر و همیار مرد داشته باشه، هر موقع که مرد اراده کرد در خدمتش باشه، و این خودش در خیلی جواب به عنوان تجاوز جنسی محسوب میشه. ما این رو در فرهنگمون هنوز نداریم و جا نیفتاده. این رو چگونه میشه؟ ما همش بحث ما هست که به هر حال این فرهنگ سازی تا کی قراره، تا چه عمقی قراره بره تا این جامعه رو تکون بده؟ ببینید مجموعی از رفتارها، کنشها، واکنشها، تعاریف، قضاوتها، همه توی این مسئله اثرگذارن. همونطور که گفتین بر اساس قانون زنی که تمکین نکنه ناسزا محسوب میشه. این تعریفی است که وجود داره از در واقع در قانون خانواده، در قانون مدنی خانواده. تمکین شامل همه ابعاد میشه، از پخت و پز و کار امور خونه و نگهداری بچه تا بیرون رفتن از خونه با اجازه مرد، تا خروج از کشور با اجازه مرد، تا مسائلی که به روابط جنسی زوجین مرتبط هست. یعنی مردی که در واقع خیلی از مردان از این ابزار برای تحت فشار گذاشتن زنان استفاده میکنن، و بسیاری از زنان هستن که مجبورن به این تجاوز زناشویی تن بدن در برهه‌هایی از زندگیشون. یه خانومی روایت کرده بود که من در آستانه جدایی بودم و به خاطر اینکه حضانت فرزندم رو بتونم بگیرم، 3 ماه آخر زندگیمو مجبور بودم که به در واقع خواسته های جنسی همسرم تن بدم، فقط به خاطر اینکه گفته بود اگر که مخالفت بکنی من اون همه توافقایی که کردیم در مورد حضانت بچه رو پس میگیرم و تو هم دستت به هیچ جای بند نیست. این اتفاقی است که واقعا در بطن جامعه و در ساختار خانواده میفته. از اون طرف بسیاری از خانواده ها هم این رو نمیپذیرند که در واقع تن دادن به رابطه جنسی بدون رضایت تجاوز، حتی اگر طرف پارتنر یا همسر فرد باشه. خانم دیگه ای روایت میکرد که من از همسرم به دلیل تجاوز در واقع به دلیل تجاوز شکایت کردم و اولین کسانی که معترض من شدن خانواده خود من بودن و به من گفتن که تو هنوز زن رسمی او هستی و نباید
شکایت میکردی. شما وقتی که این دوتا در واقع روایت رو فقط کافیه بهش فکر کنید و ببینید عمق ماجرا کجاست و چقدر ما راه داریم برای اینکه این رو جا بندازیم در جامعه ایران که هر گونه ارتباطی فرقی نمیکنه بین چه افرادی است، بین دو نفر که فقط برای یک شب با هم دیگه میخوان در واقع ارتباط برقرار بکنن، بین دختر و پسر جوانی که یک رابطه دوستانه با هم دارن، بین افرادی که به صورت سفید با هم زندگی میکنن، یا بین افرادی که بر اساس قرارداد ازدواج در یک خونه و ممکنه حتی فرزندانی هم داشته باشن. به هر حال عدم رضایت از طرف یکی از طرفین فرقی نمیکنه، ممکنه مرد راضی نباشه، ممکنه زن راضی نباشه، این تجاوز محسوب میشه. و تعریف این من فکر میکنم هم به همونطور که خانم کیان اشاره کردن، هم آگاهی و آموزش در این دخیله و هم تلاش جامعه مدنی برای اصلاح قانون. یعنی ما نباید بشینیم، چون ببینید اون قانون که خود به خود درست نمیشه، درخواست و مطالبه برای اصلاح قانون از طرف هر آن کسی که امکانش رو داره و توانش رو داره و دانشش رو داره باید به طور متناوب اتفاق بیفته. ما نباید فقط وقتی یک موجی را میفته در مورد این مسائل صحبت کنیم. من اگر خاطرتون باشه در گفتگوی قبلیمون در مورد زنکشی هم اینو تاکید کردم، ما نباید فقط وقتی موج را میفته در موردش حرف بزنیم. اینها مسائلی است که هرگز نباید حرف زدن دربارش متوقف بشه. این چیزیست که من در این مورد فکر میکنم. حالا دوستانم میتونن. بله متشکرم، خواهش میکنم. خانم مریم، ما باز داریم یه مقدار هم تمرکز میکنیم مسئله فرهنگ در جامعه ای که شما اگر مورد تعرض قرار بگیرید حتی خانواده خودتون هم به اون گوش نمیکنن و معتقدن که حتما تو یه کار خطایی کردی که باعث این اتفاق افتاده و تحریک کردی. هنوز راجع به پریود زن و دوران نقاهت تابو هستش، صحبت راجبش نمیشه. من یک آمار رو خوندم که تعداد زیادی از زنان قوز دارن به دلیل اینکه نمیخوان برجستگی سینه هاشون پیدا بشه، یک حالتی رو نگه میدارن که این باعث خمیدگی کمر میشه. ما با یک فضای اینطوری روبرو هستیم و بعد هم 40 سال و اندی هست که جامعه رو با پوشش اسلامی و غیره طوری بیان کردن که گویی این شما هستی که اگر یک ذره دستت پیدا باشه، مرد که غریزه جنسی خیلی تحریک آمیزی داره، من نمیفهمم اینا از کجا میاد، ولی تحریک میکنه. این با چنین فرهنگی چگونه باید مبارزه کرد؟ من بازم برمیگردم، عمق این مبارزه تا کجاست؟ در واقع من فکر میکنم که مهمترین مبارزه ما نه با فرهنگ بلکه با همین قوانین و در واقع شریعت و حالا در واقع مذهبیه که یه چنین احکامی رو صادر میکنه و قوانینی که در واقع دارن اجرا میشن توی این کشور. و این موجی هم که راه افتاده چون موجیه که خیلی پرهزینه است، یعنی زنای زیادی دارن هزینه میدن بابت حالا اسامی که آورده میشه. قطعا داستانی نیست که فقط یه سری اسما برده بشه، یه سری در واقع قصه ها تعریف بشه و تمام. ماجرا اینه که ما هممون به تمام این قوانین معترضیم. ما همه ما کسانی که در واقع داریم بیان میکنیم مسئله رو معترضیم به قوانین، معترضیم به در واقع مذهبی که تا این حد در واقع توی همه چیز ما توی این مملکت داره نقش ایفا میکنه. و بابتش هم میگم توی این موجی که راه افتاده زنهای زیادی دارن هزینه میدن، چون که به هر حال تو ممکنه با خیلی اسامی طرف بشی که خیلی اسمای بزرگی باشن یا نه، حتی همین چیزی که خودتون گفتین، در واقع زنی که یک مسئله رو تعریف میکنه باید با خانوادهش هم با اطرافیان نزدیکش هم طرف بشه، چون میدونیم که خیلی از این تعرض‌ها و تجاوزها هم تو که خودتون هم اشاره کردین فامیلیه، خانوادگیه یا از طرف اشخاص نزدیک در دوران کودکی و غیره است. و تو وقتی اینها رو بیان میکنی خب خانواده هم قطعا موافق این ماجرا نیستن، چون علاوه بر بحث قوانینی که هست خب که البته من معتقدم اینو باز یعنی از همون ناشی میشه، همون بحث آبرو و غیرت و ناموس و غیره. و
من الان میخوام اشاره بکنم به زهرا نویدپور که ما نباید یادمون بره در واقع تاوانی که زنهای ایرانی میدن بابت برملا کردن تجاوز و تعرض اتفاقی است که برای زهرا نویدپور افتاد و این زن کشته شد، به قتل رسید. در نتیجه پس نباید پا پس کشید و به نظر من باید جلو رفت تا جایی که بتونیم به در واقع شرایط رو بهتر بکنیم و شرایط رو تغییر بدیم. بله متشکرم. خانم کیان، ما در جامعه زندگی میکنیم که همطور که در بحث هم اشاره شد مسئله احکام شریعت در اون حاکم هستش و قانون اسلامی است. خیلی دیتیلز هم و خیلی در واقع در جزئیات هم امر دخول و آزار جنسی خیلی چیزا اصلا آزار جنسی محسوب نمیشه مگر اینکه در واقع شهود باشه، حتما باید احتمالا دوتا مرد بیان تایید بکنن که این تعرض با این شرایطی که قانون حامیه در واقع کسایی که در واقع مورد تعرض قرار گرفتن. خب شما اشاره در صحبتاتون کردین که این فقط شامل زنان نه، بعضی این ترانسجندرها، هم جنس بازا، اونا که دیگه وضعیتشون احتمالاً خیلی بحرانی تر از شرایط این چنینی هستش. تا چه حد میشه با این قانون تلاش کرد که در واقع تغییرش داد؟ و وقتی که قانونی پیوند خورده با یک کلیت جامعه و بعد این کلیت فرهنگ خودش هم داره میاره، چقدر کار دشوار هستش؟ ببینید، من معتقدم که من همیشه حاکمیت رو از جامعه جدا میکنم، برای اینکه جامعه ایران در این 40 و اندی سال قبل تغییر و تحولات اجتماعی شگرفی درش انجام شده که بعضیش به خود انقلاب هم ربط داره، ولی به هر حال شما با جامعه مواجه هستید که درصد باسوادی درش خیلی افزایش پیدا کرده، تعداد دخترایی که دانشگاه میرن باسواد هستن و برای همین فکر میکنم که و جامعه ما نسبتاً جامعه جوانیه در مقایسه با خیلی از کشورهای حالا غربی، برای مثال جامعه‌ای که خیلی بازه به دنیا. ببینید الان این شبکه‌های اجتماعی چقدر جوان‌ها بیشتر دارن باهاش رابطه دارن و تعریف می‌کنن و ازش استفاده می‌کنن. در واقع مطابق آمار بین‌المللی 70% جمعیت ایران دسترسی داره به این شبکه‌های اجتماعی و برای همین من فکر می‌کنم که اتفاقا جامعه ایران بسیار می‌تواند پذیرای این صحبت‌ها باشه، پذیرای این جنبشی که راه افتاده باشه، خواست‌های این جنبش باشه و البته این یک بخشه و در نتیجه اون فرهنگ سازی که ازش صحبت میکنیم به نظر من میشه در سطح جامعه این فرهنگ سازی انجام بگیره، اما قانون و نقش قانون شما درست میگید بسیار مهم هستش. یعنی اگر چنانچه که قانون حمایت نکنه از این تغییر و تحولات فرهنگی و بخواد که هنوز دفاع بکنه از متجاوزین، دفاع بکنه از فرهنگ مرد سالار، خب طبعا تغییرات خیلی سخت‌تر خواهد بود. ولی من اگر اجازه بده، ما چند تا نمونه داریم مبنی بر تغییر و تحولات که در خود قانون صورت گرفت در سالهای دهه 1990، در سالهای 2000، زمانی که یک دیالوگ مهمی وجود داشت بین بخشی از حکومت و فعالین زنان و من چون ایران بودم اون موقع زیاد میرفتم میامدم تحقیقا میکردم، اینا رو دیدم به چشم و یکی از و اینا توی قانون تأثیر گذاشت و به همین دلیل هم البته نه اونجوری که ما میخوایم، ولی به هر حال یه تأثیراتی گذاشت. مثلا سن ازدواج دختران از 9 سال بالاخره رسید به 13 سال. خب اینا رو میشه ادامه داد. بعد از اون هم خانمایی بودن که خواهان افزایش سن، حداقل سن ازدواج به 18 بودن و متاسفانه به جای نرسیدن. منظورم اینه که وقتی فشار اجتماعی زیاد میشه، وقتی که واقعا افراد
جامعه حالا از هر طیف و طبقه ای دنبال این مسئله بیان و خواهانش بشن، فکر میکنم حاکمیت برای اینکه خودشون نگه داره در حکومت یه جاهای مجبوره امتیازاتی رو به جامعه بده. و به همین دلیل من فکر میکنم که علارغم اینکه بله بسیاری از مراتب قانونی ما با شریعت در هم آمیخته هستن، ولی همین شریعت مگه ایرانه که فقط مسلمونه؟ شما کشورهای دیگر هم میبینید که همین ترکیه مگه مسلمون نیستن؟ مگر خیلی از کشورهای مغرب، مگه مراکش مسلمون نیست؟ و و و و خب اینا چطوری اومدن با این مسئله برخورد کردن، با مسئله اسلام و اینکه تا چه حدی لازم هست که اسلام به تغییر و تحولات اجتماعی توجه داشته باشه و خودش رو تطبیق بده با اون خواسته ها. و ما در ایران کسایی رو داریم در سطح آیت الله العظما، من برای مثال آیت الله العظما صانعی رو مثال میزنم، که فتوا دادن سالهای سال قبل مبنی بر این که هیچ برتری مردا بر زنان ندارن. حتی گفتن که زنان میتونن رهبر باشن، رهبر سیاسی بشن، قضاوت بکنن و و غیره و ذالک. بر همین اینجور هم نیست جامعه ایران، حتی اونهایی که به نظر ما افرادی که منظورم آیت الله هستن و غیره، من میتونم 10 تا اسم آیت الله های مختلف رو برای شما ببرم که طرف زنان هستن. وقتی که زنان باشون در ارتباط قرار گرفتن، به نفع زنان حکم دادن. مشکل ما اسلام سیاسیه نه اسلام. مشکل ما کسانی است که به نام اسلام دارن حاکم بر اون مملکت حکومت میکنن و جز میبینید فساد و ارتشا چه چیزی رو شما دارید میبینید که در واقع و برتری طلبی و سلطه در واقع مرد سالاری برای اینکه بتونن خودشون رو در واقع در حاکمیت حفظ کنن. به همین دلیل من البته من جامعه شناسم و با جامعه بیشتر امیدم به جامعه ایرانه، امیدم به همین هست که جامعه ایران بیش از پیش به دنیا باز بشه و به تبعش میشه قوانین رو کم کم تغییر داد. خب من میخوام اینجا یه سوال از شما بپرسم قبل اینکه دور بعدی و پایان برنامه رو داشته باشیم. وقتی که اشاره میکنید که به هر حال اسلام میتونه به نوعی، احتمالا شاید برداشت من بود، میتونه پاسخگوی شرایط جامعه کنونی باشه، اشکال اسلام سیاسی هستش. وقتی این رو نگاه میکنیم، ما در کشورهای همسایه هم مثل افغانستان، ترکیه همین چند وقت پیش ما پنار در ترکیه رو بودن و کشتن، همون قطعای، حالا من سعی میکنم از اسم ناموسی به دور ببرم، ولی به هر حال قطعای به این شکل، و ما شاهدیم که اینها حضور دارن و بعد هم یک این به اسلام ربطی نداره. خب نه من منظورم اینی میخواستم از این وارد بشم این قضیه رو، که وقتی که شما قرار از اسلام مطرح بکنید، قوانین اسلامی رو باید بیارین مطرح بکنید دیگه. و این قوانین اسلامی، خب زن، آیا فکر نمیکنید در قوانین اسلامی زن وقتی که نصف مرد حساب میشه در همه موارد، حقوقش هم نصف حساب میشه و این جامعه رو اصول اصلا، خب 40 سال این حکومت اینجوری روی قانون اسلام بوده، فکر نمی کنید مقصر از اونجا میتونه شروع بشه؟ من اگر اجازه بدید پاسخم نه هست. من یک کتابی پارسال منتشر کردم به نام زنان و قدرت در اسلام، که یک واقعا نگرش تاریخی از بدو اسلام تا کنون به مسئله زنان هست در اسلام، و بسیار چیزا بر خودم مشخص شد که خودم نمیدونستم، و یکیش از اینها این هستش که اتفاقا در اسلام اینجوری نیست که از ابتدا یک چیز باشه. اصلا این اسلامی که ما امروز ازش صحبت میکنیم تحت قوانین اسلامی در واقع از تقریبا 200 سال بعد از مرگ پیغمبر اینا شروع کردن تدوین اون چیزی رو کردن که بهش میگیم قوانین اسلامی، و تازه اونم تغییرات زیادی داشته. برای مثال در زمان فاطمیون در مصر زنا حقوق بسیاری داشتن، میدونید حتی حق الارثشون برابر با مردا بوده، حق طلاق داشتن و غیره و ذالک. یعنی اینم باز بستگی داره، باید واقعا نگرش تاریخی داشته باشیم به این مسئله. و اسلام هم یک اسلام نیست. همون زمانی که فاطمیون اون حقوق رو به زنان میدادن، عباسیون حقوق زنان رو ازشون پس میگرفتن. یا مثلا من به این رسیدم که سکینه که نوه
پیغمبر و دختر امام حسین بود یک زن آزاده بوده و این رو بر ما همیشه این رو به ما چیزی رو نشون ندادن راجع به سکینه و حتی گفته شده که در کربلا به همراه امام حسین کشته شده، در که این واقعیت نداره، ایشون رفته به سوریه، بعد از سوریه رفته به جای دیگه و یک زن آزاده بوده که وقتی ازدواج هم میکرده اولا باسواد بوده، وقتی هم ازدواج میکرده اولین چیزی که میگرفته حق طلاق بوده، حق نشوز بوده، اینکه تحت تمکین شوهرش قرار نگرفته باشه. تمام اینا مال اوایل اسلامه. مثلا ام الورده میگن که امام جماعت تمام خانواده پیغمبر بوده، چه زن و چه مرد، و از این مثالا خیلی زیاد میشه زد. برای همین و اصلا این به نظر من درست نیست که شما بیاد 1 میلیارد مسلمان رو در دنیا تحت سوال قرار بدید. یعنی این بحث ما بحث جدی هست، بحثیه که ما امروز باید ببینیم که در تحت شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره جامعه ایران و اسلام شیعه که باز با سنی متفاوت هستن، ما چطوری میتونیم در واقع این اسلامی که بهش میگیم اسلام حاکم رو در واقع به نفع خواستهای جامعه تغییرش بدیم. و این به نظر من جز با فشارهای اجتماعی امکان پذیر نیست. کما اینکه ببینید، من خودم یادم همین مسئله حجاب که شما مطرح میکنین، امروز خیلی از زنها در ایران داخل گیمه به قول اینا بعد حجابن و برای خودشون تو خیابون هم هستن، کسی زیادی بهشون کاری نداره، به شکرانه مبارزات خودشونه. من یادمه که در دهه 1160 ببخشید زمان رفسنجانی و حتی خاتمی، 2 تا تارمو که بیرون بود آدمو اذیت میکنن تو خیابون، ولی الان زنا جوری خودشون مبارزه کردن که الان دیگه براشون خیلی، برای نیروهای امنیتی خرجش بالاست که بخوان تمام این زن، شما که نمیتونید 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون زن رو دستگیر بکنید، اذیت بکنید. چرا؟ چون مبارزه اجتماعی پشتش بوده و خیلی وقتا مردم حمایت کردن از زنا. میبینیم وقتی که زنی رو آزار میدن مردم میان و حمایت میکنن. تمام اینا نشون دهنده اینه که جامعه فعلی ایران هیچ ارتباطی با اون قوانین موجود قرون وسطایی به معنی بد کلمه منظورم هست ندارن. خب این تنش ها باید به نفع یک طرفی حل بشه و من فکر میکنم با این دید تاریخی که دارم، فکر میکنم به نفع جامعه این مسئله میتونه حل بشه، به شرط اینکه همینجوری که دوستان گفتن این مبارزات ادامه پیدا بکنه، نه اینکه هر از گاهی مثلا دختری از طرف پدرش کشته میشه ما بیایم هی توی رسانه ها صحبت بکنیم بعدم سکوت و تموم بشه بره. این اگر کاملا، من در کشور فرانسه زندگی میکنم، کار میکنم، شما فکر کن این حقوقی که زنای فرانسه دارن رو با طبق آوردن بهشون دادن، اینجا مبارزات بوده هنوزم ادامه داره و یک لحظه غفلت شما الان داری میبینید در اروپا، یک لحظه غفلت حقوق زنها ازشون پس گرفته میشه. ما همش باید در این مبارزه باشیم و آگاه باشیم. بله، من بحث امروز رو با خانم دکوردی و خانم مریم میخوام ببندم. خانم دکوردی صحبت ها رو شنیدین، به هر حال بحث این که آنی و آتی چه حرکت هایی باید باشه، خانم کیان ادامه این رو، ادامه این اعتراضات رو به شکل یک جنبش متداوم مطرح کردن که بتونه تاثیرگذار باشه. خواستم نظر شما رو هم در این رابطه بشنوم. بله، در تایید صحبت خانم کیان در مورد تفکیک حاکمیت از جامعه، من با ایشون 100% موافقم. شما ببینید الان در ماجرای روایت تجاوز کیوان اماموردی، بدون اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشه، بازداشت ایشون صورت گرفت. چرا؟ به دلیل اینکه روایت‌های متعددی مطرح شد، سر و صدا ایجاد شد. من نمیگم الان این برخورد احتمالاً با بقیه اتفاق نمیفته، شما اگر دقت بکنید مثلا آدمایی که اسم بزرگتری دارن، سایه قدرت گسترده تری دارن، مطمئناً با این واکنش از طرف قوه قضاییه روبرو نخواهند شد، اصلا امکانش نیست. حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشه، حتما باید سلسله مراتب طی بشه. اما من میخوام اینو بگم که جامعه تلاشش نتیجه داد در مورد اون فرد، در مورد اون شخص. کاری که یعنی من تو در واقع چیزی که میخوام اینجا اضافه کنم و صحبتمو تموم بکنم اینه که به عنوان شهروندان مسئول
ما باید علاوه بر اینکه گوش شنوای روایت آزاردیدگان و آسیب دیدگان تعرض‌ها و تجاوزها باشیم، از یک مسئله باید حتما حواسمون باشه. در هر موقعیتی هستیم، از فعالان تا افراد عادی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، همه کسانی که به شکلی درگیر این ماجرا هستن، حواسمون باید باشه که قربانی نکوهی نکنیم. این اتفاق ترسناکه. اینکه شما زنانی رو صرفا به واسطه اینکه به نظر شما روایتشون باورپذیر نمیاد، صرفا به واسطه اینکه اسم کسی رو میارن که با شما خیلی آدم خوبی بوده، رابطهش با شما بدون مشکل و سلامت بوده، سرکوب میکنید و میگید که این باورپذیر نیست، این امکان پذیر نیست، این چیزی که شما داری میگی اتهامه، این چیزی که داری میگی به پوشش تو مربوط میشه. با تجربه نشون داده که تجاوز هیچ ارتباطی به پوشش افراد نداره، هیچ ارتباطی با ظاهر افراد نداره، صرفا یک عکس العملی است که از یک ذهنیت بیمار میاد. خیلی وقتا میخواد قدرت نمایی کنه، خیلی وقتا میخواد در واقع بگه که من، حرف منه که در واقع اگر میخوای کاری رو برات انجام بدم باید به خواسته من تن بدی. قربانی نکوهی رو کنار بگذاریم، گوش شنوای افراد آسیب دیده و آزار دیده باشیم و مطالبه رو فراموش نکنیم. این چیزیست که به نظر من در این مقطع زمانی جوابگوه، وگرنه مطمئنن تغییر قانون در نظام فعلی به راحتی رخ نمیده و به آسونی به دست نمیاد. یک مسئله پروسه بلند مدت خواهد. بله، متشکر از شما. و سخن آخر رو خانم مریم از شما بشنویم. بعد آیی تا چه حد به عنوان یک فعال حقوق زنان در داخل امیدوار هستین که حقوق زنان از پوسته جامعه به حال فعلی و حکومت و قوانین فعلی بتونه بیرون بیاد و موفق باشه؟ من فکر میکنم که با وجود این حاکمیت در واقع هیچ تغییری، یعنی چیزی که بخوایم امید ببندیم به اینکه این قانون بخواد اصلاح بشه یا بخوایم در واقع چیزی رو تغییر بدیم و اینها، با وجود کل سیستم اصلا به نظر من حرف خنده‌داری است. و مخصوصا با این همه هزینه که زنها دارن پرداخت میکنن، همونطوری که دارن میپردازن، همونطوری که میبینیم و اخبار رو میشنویم، الان اکثر فعالین حقوق زنان زندان هستن و گروه های فعالی که توی ایران با در واقع اسم و رسم داشتن فعالیت میکردن همه حکم دارن، یعنی در واقع همه یه جورایی زیر ضربن و دارن تاوان میدن. خب این تاوان قطعا به خاطر یه اصلاح کوچیک یا یه تغییر کوچیک نیست. در واقع اون چی که ما میخواییم اینه که آلترناتیو خودمون رو ما داریم و یعنی میدونیم که میخواییم به چی برسیم، ولی اون چیزی رو که ما میخواییم این حاکمیت به هیچ عنوان نمیتونه به ما بده. بله، متشکرم از هر سوی شما. موج اعتراض علیه اذیت و آزار جنسی، گفتگوی ما با خانم ها مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر، دکتر آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس، و مریم فعال اجتماعی و حقوق زنان از ایران بود. از هر سوی شما به خاطر وقت و صحبتاتون سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.
گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان، از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.